سلام دوستان عزیز، امروز هم با تیم خانه پرستش به مناظر شما عزیزان اومدیم تا با هم دیگه خداوند رو بپرستیم. امیدوارم حاضر هستیم با هم بخونیم در موکب ظفر مسیح پیش رویم با قوت خدا. در موکب ظفر مسیح پیش رویم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانی قوت ماز تو، با شهادت و با خون تو، تو به ما قدرت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی، ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. سراییم سرود پیروزی، را شدی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی، تا رویم نزد موجی ما. ای مسیح قوت ماز تو، با شهادت و با خون تو، در تو دارم یقین. حلیه شیطان فرو ریزد، چون آواز شادمانی خیزد، نه به قوت و نه به قدرت، قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قدرت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی، ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. هللویا، یقین ما، اطمینان ما در عیسی مسیح هست. خداوند تویی منشأ حیات مؤمنان، ای خداوند تویی منشأ حیات مؤمنان، راه و راستی و حیاتم، شفیع و شبان اعظم کرده خداوندم عیسی، راه و راستی و حیاتم، شفیع و مالک جانم، شبان اعظم کرده خدا come on.
ایمان شد حیات مومن. ای خداوند تو ایمان شد حیات مومن. ای داماد آسمانی، ای سلطان جاودانی، عروس مشتاق دیدارت خداوندم عیسی. ای داماد آسمانی، ای سلطان جاودانی، عروس مشتاق دیدارت خداوندم عیسی. ای خداوند تو ایمان شه حیات مومن. بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم. شعر کوتاهی رو از خواهر ژیلا خواهیم شنید. قطره مهر نگاهت همه عمر مرا جا دارد، زیر بال رحمتت تا گذر ساز بلا جا دارد. عمر کوتاه ولیکن لحظه ها در دست تو تا هزاران صد هزار جا دارد. عشق من بیتاب و سرکش، لیک در مشک دلت جا دارد. همه گر خسته شوم پای توانم نکشد، دست من در دست تو جا دارد. صبر می سوزد دلم در تاب نادانسته ها، به تو تابیده دلم، در تو دلم جا دارد. هرچه می بازم اگر از اذن توست، همه در دین خدا جا دارد. همه قاصر لیک گر دل با تو باشد، همچو داوود دو چشم تو مرا جا دارد. همه هم گرچه تو را شاید نبود، لیک عشق تو مرا جا دارد، لیک عشق تو مرا جا دارد. خوشحال هستم که در سرود بعدی برادر ما با ستار زیباشون به ما از راه دور میپیوندن از طریق ارتباط مستقیم، و با هم دیگه میتونیم بخونیم: جز تو نخواهم ای مسیح، ای سرور و ای شاه من. جز تو نخواهم ای مسیح، ای سرور و ای شاه من. درگیر و دار زندگی ای غلب و پ
پناه من، گفتم که پا بند تو هم، گفتی که همراه منی، در شام تاره بی سحر نور منی، راه منی، در هر قدم در طول راه فیض تو شد همراه من، در روزگار ناخوشی زخم تو شد شفای من، عشق تو شد دوای من. تو نخواهم ای مسیح، ای منشأ حیات من، کجا روم از نزد تو ای صخره نجات من، تنها نگاهم به تو است، به تابش صلیب تو، امید آینده من به فیض بی نظیر تو، جز روی تو جز نور تو هرگز نجویم در جهان، تنها تویی آرامشم در هر مکان و هر زمان، ای هادیم تا آسمان. خواهم ای مسیح، ای آشنا با جان من، دوست و شفیع و داورم، ای بانی ایمان من، مراز دنیا خوشتر است یک لحظه در حضور تو، اطاعت از کلام تو، پرستش و سجود تو، تسلیم تو در دست تو، امروز و هم فردای من، راه تو باشد راه من، ای رهبر و آقای من، ای منجی و خدای من، ای منجی و خدای من، ای منجی و خدای من، جز تو نخواهم ای مسیح. سالهای سال هر وقت به حضور خدا می اومدند با یه لیست طولانی از درخواست‌ها و دعاهای گوناگونی که داشتن به حضور خدا می اومدند، بعضی وقتها با خدا چک و چونه می زدم، خواسته‌هامو به خدا می گفتم و با خدا کلی وارد بحث و جدل می شدم که چرا اوضاع احوال بر وفق میل و مراد من نیست و چرا اون چیزی که من میخوام خداوند رو به من نمیدی، پس تو کجایی، چه خدایی هستی؟ اما بعد از مدت‌ها که از ایمانم گذشت و یه مقدار احساس میکنم که زندگی مسیحیم و درک مسیحیم وارد یک مرحله جدیدی شد، متوجه یه موضوع خیلی مهم میشدم و اون این بود که انگار خدا برای من فقط کسی بود که وظیفش برآورده کردن آرزوها و خواسته های من بود، او خدای من نبود، فقط کسی بود که خواسته هام رو برآورده می کرد. انگار جای من و خدا عوض شده بود، من دستور می دادم، من می خواستم و خدا باید اجرا می کرد. وقتی متوجه این وضعیتم شدم از خدا خیلی شرمنده شدم، خیلی خجالت زده شده بودم، از خودم به شدت رنجش داشتم و عصبانی بودم که آخه این چه رفتاری که من با خدا داشتم، او خداست. و بعد از اون کم کم دعاهای من عوض شد، رابطه من با خدا متحول شد و یک تغییر اساسی و بنیادی بین من و خدا ایجاد شد و یاد گرفتم که با خدا بگم خداوندا من فقط تو رو دوست دارم، خداوندا فقط تو رو میخوام، خداوندا تو رو میخوام نه به خاطر چیزایی که به من میدی، بلکه تو رو به خاطر
وجود خودت میخوام. منظورم این نیست که دیگه هیچ درخواستی از خدا نداشتم و دیگه از خدا چیزی نمیطلبیدم، اما یه تحولی در درون من صورت گرفته بود و یاد گرفتم که حالا کم کم چطور باید با خدا صحبت بکنم. او خدای قدوسی هست که باید با او در شأن قدوسیتش صحبت میکردم و احترام فوق‌العاده‌ای میبایست براش قائل میشدم. اما تغییر مهم دیگه‌ای که در رابطه‌ام با خدا ایجاد شد و این تغییر خیلی منو در واقع متحول کرد در رابطه‌ام با خدا، این بود که دیگه خدا رو فقط به خاطر خواسته‌هام و نیازهام نمی‌خواستم، بلکه خدا رو به خاطر وجود عزیزش می‌خواستم، فقط به خاطر اینکه چون او رو دوست داشتم و رابطه من متحول شده بود. بعد از اون وقتی با خدا در دعا قرار می‌گرفتم، احساس میکنم با معشوقم دارم صحبت میکنم. او دیگه معشوق و معبود من بود و این رابطه با خدا ادامه داشت و من هنوز با خدا این رابطه رو دارم و هر بار که به حضور خدا میام با عشق، با پرستش، با یک علاقه وافر به او میگم جست و نخواهم ای مسیح، ای سرور و ای شاه من، عاشق تو هستم، تو رو دوست دارم، مخلص تو هستم. و همین باعث شد که من بفهمم که چه سرور و چه خدای عجیبی دارم که منو تحمل میکنه، تحمل کرد در تمام این مدت تا به این حقیقت رسیدم. او سرور و خدای منه. خدا رو شکر برای وجودش. دوستش دارم و باش زندگی میکنم و عاشقانه رابطمون رو ادامه داریم. خدا رو شکر برای مسیح، جز او هیچ کس رو نمیخوام. روح قدوس خدا، روح تسلی ما، در روح و قلب ما شفا جاری نما. پرساز مرا، لمس کن مرا، مسیح تازه عطا نما. روح القدس، روح خدا، پرساز مرا تو از علا. پرساز مرا، لمس کن مرا، مسیح تازه عطا نما. پدر بحر روح القدس، جلال ای خداوند بحر روح پاکت، جلال بر تو پدر بحر روح القدس، جلال بر تو، جلال بر تو پدر. هاللویا، 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 هاللویا.
روحم بالانس خود روشن کن، افکار مرا با نور خود پر نما، قلب مرا از نیکویت سیراب نما، از نهر آب کن روحم با قدرتت، روح القدس زندگیم را تبدیل نما، روح القدس جاری کن مهر منجیم را، روح القدس تقدیس کن با کلامم، جلال بر تو پدر بحر خداوند، بحر روح پاکت جلال بر تو پدر، بحر روح القدس جلال بر تو، جلال بر تو قدس امروز قوت داره که زندگی های ما رو دگرگون بکنه، تازگی و تراوتی رو وارد زندگی ما، وارد ارتباطات ما، وارد تمام قسمت های زندگی، تصمیمات ما. و خیلی ممنون هستم عرفان جان برای این سرود زیبا، و باشد که این سرود زندگی ما باشه، نه فقط در این چند دقیقه که امروز این رو خوندیم، بلکه بتونیم با این سرود زندگی بکنیم. دوستان عزیز، ما تقریبا به پایان برنامه رسیدیم، در حالی که این بندگردان رو میتونیم یک بار دیگه بخونیم، ادامه بدیم. باید از شما عزیزان خداحافظی بکنم و در این حال دوستان دعوت بکنم که حتما از سایت خانه پرستش دیدن فرمایید، از شبکه اجتماعی، شبکه مجازی خانه پرستش و همچنین شبکه گرانبها که این سرودها در اونجا قرار داره، پیغامی رو که شنیدین در اونجا هست و خیلی پیغام های دیگه از خادمین، معلمین دیگه، و منابع بسیار مفید خواهد بود برای زندگی روزمره روحانی شما. از تمام پرستندگان عزیزم که با ما بودین امروز تشکر میکنم، باعث خوشحالی ما و چقدر بیشتر باعث خوشحالی خداوند بودین. پس تا برنامه دیگه و پرستش دیگه با هم دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. جلال بر تو پدر، بحر روح القدس جلال، ای خداوند بحر روح پاکت